مقامات محلی در ولایت بادغیس برای تامین امنیت انتخابات با افراد وابسته به گروه طالبان آتش بس نمودند. گفته می شود 50 تن از سربازان اقوام بادغیس و رئیس ارگانهای محل از دو هفته بدین سو با مخالفان مسلح دولت در حال گفتگو هستند. با این حال فرمانده قول اردوی 207 گفته است که نیروهای امنیتی هیچ نوع مذاکره با مخالفان مسلح دولت انجام ندادند. فؤاد احمدی گزارش می دهد. مقامات محلی در ولایت بادغیس در غرب افغانستان میگویند مخالفین مسلح دولت تعهد کردند که مناطق کلیدی این ولایت را بار دیگر به دولت واگذار کرده و به مراکز رایدهی در انتخابات ماه جاری حمله نکنند. بر اساس این توافق قرار است ارگانهای امنیتی نیز نیروهای خود را از برخی مناطق بیرون بکشند. جلندرشا بهنام قماندان قلوردی 207 ظفر در غرب کشور میگوید از دو هفته بدین سو بیش از 50 تن از بزرگان اقوام، نمایندگان پارلمان و رئیس ارگانهای محل با مخالفین مسلح دولت برای ایجاد مراکز رایدی و جلوگیری از هر گونه عملات در برخی ساحات آن ولسوالی در حال گفتگو هستند. نظر و توافقی که اونا با طالبا کردن که البته ما در مذاکرات با طالبا قطعا شامل نیستیم، هیچ نوع مذاکره با طالبا انجام ندادیم. بر اساس پیشنهادی از اونا ما از وزارت دفاع هدایت گرفتیم که بعضی از قریجاتی که نیروهای ما در جریان جنگ های یک ماه پیش و یک ماه پیش در خانه های مردم مستقر شده بود و قریجات و خانه های مردم ما تخلیه کنیم که ما این کار را میکنیم با نظر به هدایت دولت، ولی ما ساحه را تخلیه نمیکنیم. نیروهای امنیتی در اونجا است، اردوی ملی است. و این میگوید در حال حاضر تلاش ها برای تامین امنیت انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در غرب کشور ادامه دارد. تا کنون مخالفین مسلح دولت در مورد آتش بس اظهار نظری نکردند. مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات در غرب کشور نبود امنیت در برخی از ساحات این حوزه را از عمده‌ترین نگرانی های خود عنوان میکنند. در حالی مقامات دولت افغانستان از آتش بس با مخالفین مسلح دولت در آستانه برگزاری انتخابات سخن میگویند که پیش از این دولت بریتانیا خانه گفتگو با طالبان میانه رو شده بود. آیا اینکه طالبان مسلح در ولایت بادغیس به تعهدات خود مبنی بر آتش بس در پروسه انتخابات پایبند خواهند بود یا خیر، گذر زمان و جریانات روز انتخابات به آن پاسخ خواهد داد. فواد احمدی، تلویزیون آریانا، هرات.